محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیدند که تا جایی که امکان دارد از دلار آمریکا فاصله بگیرند این روی کرد را تحول مهمی در زمینه ی کاهش قدرت آمریکا دانست. ظریف افسود با وجود قدرت آمریکا در بازار جمهوری اسلامی تحریم‌های آمریکا را در دنیا بی اثر کرده است. وزیر امور خارجه در بخش دیگری از اظهاراتش تحمل فشار ناشی از تحریم توسط مردم را موجب نگرانی دانست و اظهار داشت با وجود توانمندی‌های داخلی آمریکا نمیتواند اهداف خود را پیش ببرد وی همچنین با اشاره به جوانانی که می توانند توفیق بسیار زیادی در بازارهای جهانی به دست بیاورند ابراز امیدواری کرد دولت به تواند موانعی را که غیر غیرمنطقی ایالات متحده برای حضور فعال جوانان ایجاد کرده بردارد. ظریف در ادامه با اعلام آمادگی برای سفر به عربستان و گفتگو با مقامهای عربستانی گفت جمهوری اسلامی همیشه آماده بوده است تا به کشورهای همسایه سفر کند یا به کشورهای همسایه برود. وزیر امور خارجه افسود جمهوری اسلامی همچنان این آمادگی را دارد که در صورت آمادگی کشورهای منطقه با آنها همکاری کند. جمهوری اسلامی همچنان به بیان مواضع خود و شعارهای تبلیغاتی علیه آمریکا و نیز رجسخانی در خصوص بزانو درآوردن آمریکا ادامه می دهد. گرچه جمهوری اسلامی در ماهای اخیر تلاش زیادی کرده است تا با حفظ قیمت دلار و همچنین کنترل نسبی تورم بخشی از مشکلات ناشی از تحریمهای آمریکا را جبران کند اما واقعیت این است که جمهوری اسلامی به قیمت نابودی اقتصاد و همچنین تضعیف ساختارها و زیر های اقتصادی کشور تلاش می کند تا با کنترل برخی از شاخص های ظاهری افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهد و شرایط را امن و امان جلوه دهد. با آنکه حسن روحانی از تفسیر محدود شورای نگهبان از موضوع اجرای اصل 113 قانون اساسی که به اختیارات رئیس جمهوری مربوط می شود کاملا آگاه بود ولی در شعارهای انتخاباتی بگونه ای داده سخن سر می داد که گویی رئیس جمهوری مسئول تام اجرای قانون اساسی است اکنون بعد از شش سال و چند ماه از ریاست جمهوری او اکنون در این مورد به گلایه گذاری پرداخته و آن را مانع انجام پیش برده امور می داند. این مواضع روحانی که در دانشگاه تهران مطرح شد واکنش بسیاری را برانگیخت و در چند روز اخیر در این رابطه اظهارات زیادی از سوی اشخاص و نهادهای مختلف مطرح کردید است. در این میان علی متحری نایب رئیس سابق مجلس و از اعضای فراکسیون امید معتقد است که مجری اصل 113 قانون اساسی بدین معنی است که رئیس جمهوری بر اجرای قانون اساسی بر کشور ناظر است که زامن حقوق ملت نیز می باشد. متحری در دفاع از نقش رئیس دولت می گوید هیچ گونه ابهامی در این اصل نه تنها وجود ندارد بلکه کاملا هم روشن است و اساسا شورای نگهبان نیازی نبوده که آن را تفسیر کند. وی در تعریف این اصل اینگونه توضیح می دهد که اصل مزبور می گوید مسئول اجرای قانون اساسی رئیس جمهوری است و دلیل اصلی آن هم این است که رئیس جمهوری به صورت مستقیم از جانب عموم مردم انتخاب می شود و وظیفه دفاع از حقوق مردم را داراست. وی در همین راستا افزود رئیس جمهوری نه تنها بر اجرای قانون اساسی در قوه مجریه نظارت دارد بلکه در مواردی که در قوای دیگر و نهادهای کشور تخلف از قانون اساسی مشاهده می کند می بایست تذکر و اختار دهد متحری با به تفسیر شورای نگهبان در سال 59 از اصل 113 گفت تفسیر آنها در آن سال هم همین بود و حال بسیار عجیب است که می بینم پس از آن تفسیر خود را تغییر دادند و این نشانگر این است که نگاه سیاسی در این امر دخالت داشته باشد و تفسیر بعدی شورای نگهبان از این اصل به طور کلی آن را بی اثر نموده و در حقیقت آن را از قانون اساسی حذف نموده است. متحری می که تفسیر قانون اساسی باید بر عهده نهادی بالاتر از شورای نگهبان باشد مانند مجلس مؤسسان یا خبرگان قانون اساسی یا مثل برخی کشورها دادگاه قانون اساسی متحری در همین زمین افسود آنکونه که شورای نگهبان تایید نموده قانون تایید حدود اختیارات وظائف و مسئولیت های ریاست جمهوری خود مهر تعییدی است بر اختیار رئیس جمهوری در نظارت بر قانون اساسی لذا تفسیر شورای نگهبان باید به شکلی باشد که حداقل مورد قبول اکثر حقوقدانان واقع گردد نه تفسیری که اکثریت آن را قبول ندارند علی متحری در پایان در جواب این ادعا که آقای روحانی احتمالا برای توجیه برخی ناکارامدی هایش این مسائل را مطرح می کند گفت ما نمیتوانیم توانیم نیت خانی کنیم ولی کسی که سخنی را طرح می کند باید به آن پایبند باشد به همین منظور روحانی باید در جایی که تخلف در قانون اساسی می بیند اختار دهد تا به این طریق مردم را آگاه کند واقعیت این است که روحانی در عمل به صدور اختار قانون اساسی برای قوای دیگر از جمله قوه قضایی اقدام نکرده امری که در دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی به کرات اتفاق افتاد اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری روز سهشنبه راه حل مشکلات کشور را داخلی دانست و گفت مشکلات کشور راه حل بیرونی ندارد و برای حل مشکلات اقتصادی کشور باید از ظرفیت های داخلی حد اکثر استفاده را کرد. جهانگیری با تأکید بر ضرورت برقراری ارتباط بین اقتصاد کشور با خارج از کشور اظهار داشت اگر اقتصاد کشوری نتواند با جهان تعامل داشته باشد دچار شکست و فروپاشی می شود وی با بیان اینکه ایران کشوری قوی پر و ثروتمند است افزود شرایط دشوار کشور به معنای بنبست نیست جهانگیری خاطر نشان کرد ایران به علت برخورداری از ذخایر نفت و گاز و منابع مدنی متعدد و موقعیت جغرافیایی استثنایی می تواند مسائل خود را حل و فصل کند. معاون رئیس جمهوری همچنین با اشاره به حجمه های گسترده علیه دولت در شرایط فعلی گفت نمی توان انتظار داشت دولت با وجود این فشارها بتواند مسائل اقتصادی کشور را حل و فصل کند. وی همچنین اظهار داشت توسعه فعالیت بخش خصوصی با توجه به مشکلات و موانعی که برخی برای بخش خصوصی ایجاد می کنند امکان پذیر نیست. جهانگیری در بخش دیگری از اظهاراتش بزرگترین سرمایه جمهوری اسلامی را اعتماد مردم دانست. جهانگیری در ادامه با اشاره به تلاش آمریکا برای تولید و انتشار اخبار جعلی اظهار داشت امروز مهمترین هدف آمریکا از بین بردن اعتماد مردم نسبت به توانمندی مدیران کشور و امید آنها به آینده است. به افزود آنها تلاش می کنند به مردم القا کنند اقلام و کالاهای ضروری به میزان کافی وجود ندارد تا مردم به بازار هجوم ببرند و بیش از نیاز خود به دنبال خرید کالا باشند و در کشور بینظمی و کمبود ایجاد شود. افزود با وجود همه این فشارها اکنون آرامش به اقتصاد کشور بازگشته و نقشه های آمریکا برای سقوط جمهوری اسلامی در چهلومین سالگرد انقلاب اسلامی شکست خورده است وی در ادامه تخصیص ارز 4200 تومانی به برخی کالاها را تصمیم همه ارکان نظام دانست و گفت برخلاف اقدام رسانه ها برای ناامید کردن مردم ارزهای تخصیص یافته به مصرف واردات کالاهای اساسی و زیربنایی رسیده است. جهانگیری در ادامه بر عزم دولت برای مبارزه با فساد تاکید کرد و افزود باید تلاش شود تا این مبارزه منجر به تکثیر فساد نشود وی در ادامه با بیان این موضوع که مردم باید در جریان همه امور از جمله مذاکرات درون دولت مجلس شورای نگهبان و مجمع تشخیص مسلحت نظام باشند بر ضرورت ایجاد اتاق شیشه‌ای برای تصمیم گیران کشور تاکید کرد وی افزود با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سقوه و تایید آیت الله خامنه ای مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هرچه چه سریعتر این لوایح را تصویب کند اظهارات جهانگیری در خصوص ضرورت تعامل اقتصادی با خارج از کشور در حالی عنوان می شود که مدت هاست تمامی کارشناسان اجتماعی و اقتصادی انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی در سالهای پس از انقلاب اسلامی را یکی از مهمترین دلایل برای کاهش قدرت چانهزنی اقتصاد جمهوری اسلامی در تعامل با کشورهای جهان می دانند. حسن روحانی رئیس جمهوری روز سهشنبه در جلسه بررسی اجرای سیاست های مالیاتی با اشاره به ضرورت مراقبت از بنگاه ها و کسب و کارهای کوچک تاکید کرد این مجموعه ها نباید تحت فشار مالیاتی قرار گیرند. به یفسود باید به ای برنامه ریزی شود که جلوی فرار مالیاتی بنگاه های بزرگ گرفته شود. رئیس جمهوری اظهار داشت جلوگیری از فرار مالیاتی شرکت های بزرگ فقط از طریق الکترونیکی کردن نظام مالیاتی کشور امکان پذیر است. روحانی تاکید کرد رضایت مردم از نظام مالیاتی منوط به این است که هر کسی بدون تبعیض و بر اساس سهم درآمد خود مالیات پرداخت کند. رئیس جمهوری در این راستا با اشاره به ضرورت مقابله با فساد درون سازمان مالیاتی خاطر نشان کرد سازمان مالیاتی باید با هوشمندسازی ارتباط مراجعات حضوری را قطع کند به افزود باید دخالت های معمورین در محاسبات مالیاتی کاهش یابد و محاسبه مالیاتی از طریق الکترونیکی و با روش های حوشمند صورت پذیرد. حسن روحانی در ادامه از همه دستگاه ها خواست تا برای هوشمند سازی و عدالت مالیاتی با سازمان امور مالیاتی کشور همکاری نزدیک داشته باشند. اظهارات روحانی در خصوص هوشمندسازی روش های اخز مالیات و همچنین استفاده از روش های الکترونیکی برای دریافت مالیات در حالی عنوان می شود که فرار مالیاتی یکی از مشکلات جدی اقتصادی در کشور است و برخلاف اصرار مقام های جمهوری اسلامی فرارهای عمده مالیاتی عمدتا در حوزه واحد های کلان اقتصادی و از طریق چانهزنی با معدیان مالیاتی رخ می دهد. علاوه بر آن بسیاری از مشاغل پردرآمد نیز با پنهان کردن میزان اصلی درآمد خود مانع از ثبت درست درآمدها و دریافت مالیات می شوند. در پی سخنان چند روز قبل همتی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص فشل بودن خودروسازی در ایران رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه رئیس کل بانک مرکزی باید ثابت کند صنعت خودروسازی ایران فشل است از صنعت خودروسازی در کشور دفاع کرد وی اقدامات واحدهای صنعتی بزرگ از جمله خودروسازی فولاد و مس را در راستای رفع نیازمندی های داخلی سازی مثبت ارزیابی کرد و تاکید کرد این واحدها گام های خوبی برای تحقق اهداف توسعه و گسترش تولید و ساخت داخل برداشتند. رزا رحمانی افزود وزارت سمت ورود هر کالا و محصولی را که با کیفیت و کمیت مناسب در داخل تولید می شود ممنوع کرده یا واردات آنها را از طریق تعرفه مدیریت می کند. وی کالای ایرانی را در اولویت مصرف هر شهروند ایرانی دانست و با اشاره به ضرورت جلب همکاری حداکثری مردم برای مصرف کالاهای تولید داخل گفت وزارت سمت وظیفه دارد برای ایجاد زمینه های خودکفایی و قطع وابستگی فرهنگ استفاده از کالای داخلی را در سطح کشور عمومیت بخشد. اظهارات رحمانی در واکنش به سخنان همتی در حالی عنوان می شود که وی چند روز قبل ضمن ابراز مخالفت خود برای پرداخت نقدینگی به خودروسازان گفته بود خودروسازان نقدینگی های در اختیار خود را هدر می دهند. وی همچنین با انتقاد از خودروسازی و با اشاره به اینکه آنها بارها گفتند تا شش ماه دیگر همه چیز درست می شود اظهار داشته بود نه تنها برخلاف قول آنها صنعت خودروسازی در شش ماه درست نشده بلکه بدتر هم شده است وی افزود بانک مرکزی برای نشان دادن حسن نیت خود 4000 میلیارد تومان و 840 میلیون یورو در اختیار خودروسازان قرار داده است اما آنها با بیان اینکه حاضر نیستند ریسک قیمت ارز را بپذیرند از پذیرش ارز دولتی خودداری کردند وی همچنین با فشل خواندن صنعت خودروسازی گفته بود بانک مرکزی نمیتواند تاوان این خودروسازی را بپردازد صنعت خودروسازی یکی از پرچالش ترین صنایع در جمهوری اسلامی است و با وجود جذب فراوان نقدینگی همچنان از کمبود منابع مالی گلایه دارد و به بهانه کمبود منابع مالی از انجام بسیاری از تعهدات خود نیز سرباز میزند. پروانه سلحشوری نماینده تهران روز دوشنبه بار دیگر با انتقاد از لیست امید که موجب راه یافتن وی به مجلس شده است انتخاب خود را ثمره لیست ناکارآمد تکراری معرفی کرد و از انجام فعالیتهای مالی برای انتخابات انتقاد کرد و با اشاره به وجود معادلات مالی در انتخابات اظهار داشت کاندیداها به علت حمایت و تبلیغ توسط اسپانسرها توقعات اسپانسرها و حامیان انتخاباتی خود را برآورده می کنند و از پرداختن به وظایف خود باز می وی ضمن هزینه بر توصیف کردن مبارزه با رسمهای غیرقانونی حمایت مالی از کاندیداها افزود کاندیداها در ازای حمایت اسپانسرها و در صورت موفقیت باید توقعات اسپانسرها و حامیان انتخاباتی خود را برآورده کنند سلحشوری در ادامه با اشاره به دو قطبی شدن جامعه در حوزه سیاسی به حذف اصلاح طلبان توسط شورای نگهبان و رد صلاحیت کاندیداهای آنها اشاره کرد و گفت کاهش قدرت مجلس در پی رد صلاحیت ها موجب کاهش بسیاری از اختیارات مجلس شد وی همچنین با اشاره به اینکه دولت نهم و دهم از ابلاغ قوانین تصویب شده امتناع کرد ضمن انتقاد از عملکرد مجلس در دولت نهم و دهم آن را مجلسی بدون ملاک و معیار ارزیابی کرد وی همچنین تاکید کرد هدف اصلی حفظ ایران است و هر دو جناه اصلاح طلب و اصولگرا باید در راه آن تلاش کنند سلحشوری همچنین در خصوص اسپانسرهای شخصی خود در انتخابات مجلس گفت چون فقط پنج روز فرصت تبلیغ داشته و در روزهای آخر به عنوان کاندیداهای تایید صلاحیت شده اعلام شده است هزینه‌ای برای تبلیغات صرف نکرده است در این حال مسائل مالی به یکی از چالش های اصلی اصلاح طلبان در سالهای اخیر تبدیل شده است و اصلاح طلبان به خاطر نیاز مالی به اسپانسرها برای انجام تبلیغات نمایندگی به ناچار تن به خواسته های سیاسی چالش برانگیزی میدهند که انتقادات زیادی را نیز به دنبال داشته است. به گزارش سی این مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا روز سهشنبه با حضور در پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در ریاض گفت هدف واشنگتن ماندن برای همیشه در عراق نیست و قصد نهایی ما خروج تمام نیروهای آمریکایی و بازگشت آنان به میهن است به یفسود که سیاست واشنگتن خروج نیروهای نظامی از سوریه و بازگشت آنان به ایالات متحده بود و حضور سربازان ما در عراق نیز دائمی نخواهد بود. به تأکید کرد هنوز جزئیات در مورد چگونگی ماندن نیروهای آمریکایی در عراق مشخص نشده است و وی روز چهارشنبه با همتای عراقی خود گفتگو خواهد کرد. با تصمیم ترامپ برای خروج سربازان آمریکایی تا کنون بیش از 100 خودروی زرهی ارتش آمریکا از اوایل روز دوشنبه با ترک شمال شرقی سوریه به کشور عراق وارد شدند. به گزارش CNN روز گذشته با شهادت ویلیام تیلور دیپلمات ارشد آمریکایی در اوکراین علیه دانلد ترامپ مسئله استیزاه رئیس جمهوری آمریکا وارد مرحله جدیدی شد وی شهادت داد و گفت که او اعطای کمک امنیتی به اوکراین را منوط به تحقیقات از کسب و کار جو بایدن یکی از نامزدهای حزب دموکرات در انتخابات 2020 آمریکا کرده بود سخنان وی با ادعاهای ترامپ مبنی بر اینکه او قصد زد و بند با رئیس جمهوری اوکراین بر سر اعطای کمک 391 میلیون دلاری به این کشور را نداشته همخوانی ندارد وی گفت که گوردون سالند سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا به او گفته که ترامپ اعطای این بسته کمک را به اعلان علنی تحقیقات از جو بایدن و پسرش مرتبط کرده است وی که بعد از تغییر سفیر آمریکا در اوکراین به سمت سفیر موقت در این کشور منصوب شده بود در جلسه پشت درهای بسته مقابل اعضای سه کمیته مجلس نمایندگان آمریکا که در حال پیشبرد تحقیقات استیزا از دانلد ترامپ هستند حاضر شد و شهادت داد بخشی از سخنان آغازین وی به رسانه ها درز داده شده است بسیاری از ناظران حضور و شهادت تیلور را یک زلزله سیاسی در پرونده ترامپ دانستند که می تواند موقعیت ریاست جمهوری ترامپ را برای انتخاب مجدد در انتخابات 2020 به مخاطره اندازد. گزارش رویترز بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که از سوی رئیس جمهوری این کشور مسئول تشکیل کابینه شده بود با عدم توانایی در ایجاد ائتلاف به رئیس جمهوری اسرائیل اعلام کرد نمیتواند دولت را تشکیل دهد به نظر می رسد رئیس جمهوری اسرائیل اکنون از بنی گانتس رهبر اطلاف آبی و سفید بخواهد که برای تشکیل دولت اقدام کند. این دومین بار در سال جاری است که آقای نتانیاهو مأمور تشکیل کابینه شده و هر دو بار در این امر ناموفق بوده است. بنی گانتس برای تشکیل دولت 28 روز فرصت دارد و باید بتواند حمایت 61 نماینده پارلمان را جلب کند اگر گانتس هم نتواند دولت تشکیل دهد یا اینکه از سوی رئیس جمهوری مأمور تشکیل کابینه نشود اسرائیل به زودی شاهد سومین انتخابات پارلمانی در سال آینده در ماه آوریل خواهد بود به گزارش رویترز تظاهرات اعتراضی مردم باعث لغو اعمال مالیاتهای جدید بر مردم و تدوین بودجه جدید شده است و دولت حریری مجبور شده که اصلاحات جدید اقتصادی را به رسمیت بشناسد در یک هفته گذشته لبنان صحنه اعتراضات به فساد ناکارآمدی دولت و بیکاری بود تظاهرکنندگان با انتقاد از دولت سعد حریری نخست وزیر لبنان خواستار اصلاح امور به نفع مردم شدند این تظاهرات از آنجا ناشی شد که دولت کوشید بر پیام رسانهایی همچون واتساپ مالیات وز کند فضای اعتراضی اکنون نسبت به شبهای نخست آرامتر شده است به گزارش رویترز روز گذشته رؤسای رو جمهوری فرانسه و روسیه ولادیمیر پوتین و امانوئل مکرون درباره مسائل مختلف از جمله مسئله سوریه تلفنی گفتگو کردند. بنا به گزارش کرملین، رؤسای روسیه و فرانسه در گفتگوی خود درباره وضعیت شمال شرقی سوریه به بحث جدی پرداختند. دو طرف بر اهمیت احترام به حق حاکمیت و تمامیت ارزی سوریه تاکید کردند. پوتین گفت که روسیه اقدامات لازم را برای ترویج ارتباط بین احزاب زیربط و تضمین منافع همه اقوام و گروه های مذهبی به منظور تثبیت اوضاع در منطقه در پیش گرفته است. دو طرف همچنین بر اهمیت برگزاری نخستین نشست کمیسیون قانون اساسی سوریه در اواخر ماه اکتبر در ژنو تاکید کردند. همچنین در هنگام بحث درباره موضوع اوکراین دو رهبر تاکید کردند که کل اقدامات در توافق نامه مینسک مبنی بر حل مسئله اوکراین است و این اقدامات جایگزین ناپذیر است. اوکراین باید بدون قید و شرط کلیه ی توافق نامه به دست آمده در چارچوب مذاکره بین رهبران روسیه، آلمان، فرانسه و اوکراین را به اجرا برساند. پوتین همچنین اظهار داشت باید نشست سران چهار کشور را با دقت آماده کنند تا برای اجرای همه جانبه توافق مینسک برنامه ریزی شود.